عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیز. امیدوارم در هر نقطه ای از ایران و جهان که به سر میبرید شاد و سربلند و پیروز باشید. خب دوستان، همان گونه که مستحضر هستین، یکی دو روز گذشته فضای مجازی شاهد پخش کوچکی از یک مصاحبه تلویزیونی بود که عنوان میکرد رهبر جمهوری اسلامی سالها پیش در ارتباط با تأثیر موسیقی و یک ترانه خاص اظهار نظرهایی کرده و حتی گفته که تأثیر این ترانه از منبر آخوندها بیشتره. حالا ماجرا چی بوده؟ ماجرا از این قرار هستش که آقای کلهر فکر میکنم روز جمعه، یعنی جمعه گذشته، به برنامه هفت آقای بهروز افخمی در شبکه نمایش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی رفت. ایشون در فرازی از اون برنامه و در فرازی از اون مصاحبه اشاره میکنه به اینکه سالها پیش زمانی که آقای خامنه ای از زندان آزاد شده بود و ما برای ملاقات ایشون رفته بودیم و در واقع آقای کلهر میگه که روابط ما روابط بسیار گسترده ای بود و تقریبا خیلی وقتا همدیگر رو هم میدیدیم، ایشون میگه که بله، آقای خامنه ای اونجا گفتش که من زمانی که زندان رفتم متوجه شدم که تأثیر ترانه بوی گندم داریوش از منبر ما آخوندها بیشتره، چرا که در فضای زندان همه زندانی ها یا خیلی هاشون داشتن این ترانه رو زمزمه میکردن و حتما اطلاع داریم که در اون ایام در مواردی و در مواقعی حتی ترانه ها از طریق بلندگوی زندان هم پخش میشد، یعنی به ویژه در زمان استراحت زندانی ها ترانه های از اون بلندگوی زندان پخش میشد که خود داریوش هم در این ارتباط خاطره ای داره که بهش خواهیم پرداخت. خب شما در نظر بگیرید این که یک آدمی که ایشون مشاور ارشد آقای احمدی نژاد در سال 1384 بوده، یعنی همین آقای کلهر که خدمتتون گفتم که نام خانوادگی اصلی ایشون هم حالا تهرانیه، ایشون عنوان میکنه که و با چه جرأتی هم عنوان میکنه، چون به هر حال یه سری مسائل خطوط قرمز به حساب میاد و حتی اگر اتفاق هم افتاده باشه بیان کردنش در یک ساعت رسانه‌ای ممکنه هزینه ساز باشه برای برخی از چهره‌ها. نهایتا این که آقای کلهر میگه که بله، آقای خامنه‌ای با صراحت ترچ تمام گفتن که تأثیر ترانه‌ها یا بعضی از این ترانه‌های سیاسی از منبر آخوندها بالاتر. خب این در فضای مجازی در اینستاگرام و سایر اماکن و صفحاتی که مربوط میشه به تعامل انسان ها در بستر اینترنت بازنشر شد و خیلی هم سر و صدا به پا کرد. اما اجازه بدید من کلهر رو یکمی ریزتر موشکافی بکنم تا اصلا ببینیم این آقای کلهر کی بوده. کلهر کسی است که دو برادر داره، دو برادر روحانی که از او چندین سال بزرگتر هستن و در حکومت جمهوری اسلامی به عنوان روحانیون با نفوذی نامشون مطرح بوده که البته از دنیا رفتن. ایشون همونطور که عرض کردم در سال 1384 به ستاد آقای محمود احمدی نژاد میپیونده. در اون مقطع زمانی هر زمانی که هر وقتی که تلویزیون میخواسته به هر حال راجع به مسائل فرهنگی کاندیدای انتخابات صحبت بکنه و اینکه نگاهشون، تصویرشون از ساختار فرهنگی دولت چه هست، آقای کلهر به نمایندگی از ستاد آقای احمدی نژاد در برنامه ها حضور پیدا میکرد. این آقای کلهری که خدمتتون عرض میکنم بعد از انتخاب احمدی نژاد میشه مشاور عالی رئیس جمهور و از اون عجیبتر اینه که به واسطه حمایتش از محمود احمدی نژاد در سال 1384 از همسرش جدا میشه، یعنی همسرش بعد از اینکه متوجه میشه کلهر داره از احمدی نژاد حمایت میکنه دیگه حاضر نیستش که زندگی با او رو ادامه بده و همه مسئله باعث میشه اینها در همون سال اصلا جدا بشن و دختر آقای کلهر با مادرش زندگی کنه و به اتفاق مادرش از ایران مهاجرت میکنه. اتفاق خنده‌داری که رخ میده این هستش که دختر آقای کلهر بعد از اینکه از ایران میره در یک کنفرانسی که مربوط به مسائل حقوق بشر و مسائلی از این دست بوده حضور پیدا میکنه و پس از اون هم اعلام پناهندگی به کشور آلمان میده که بتونه اونجا به عنوان پناهنده سیاسی اقامت بگیره. در جریان انتخابات سال 1388 کلهر همچنان حضورش پررنگ هست و در کنار محمود احمدی نژاد حضور داره، حتی کار رو به جای میرسونه که حمایت‌های بی‌شایبش از او
آقای کلهر رو به نوعی از مزخرفگویی هم در واقع سوق میده. گرچه در اون 4 سال اولیه دولت احمدی نژاد اینها به صورت کاملا زیرپوستی شبکه‌های ماهواره‌ای رو مورد حمایت و ساپورت خودشون قرار میدن، از جمله اون شبکه‌های پدیده پرنده مهاجر بوده که یادتون هست فکر می‌کنم در سال 1384 5 6 و 7 خیلی خیلی پرفروغ فعالیت میکرد، دفترشون در خیابان کریم خان بود و به این صورت آمده بودن قوانین داخلی ایران رو دور زده بودن، چون میدونید که ما در ایران اجازه داشتن یک تلویزیون خصوصی رو نداریم، یعنی قوانین این اجازه رو نمیدن. اینها آمده بودن چطوری قانون رو دور زده بودن؟ گفته بودن که آقا این شبکه بین المللیه و مرکزیت اصلی شبکه مهاجر در آلمانه، مدیرانش اصلا آلمان زندگی میکنن و یه همچین شرایطی، اما یک شعبه از این شبکه در تهران هم داره فعالیت میکنه که عرض کردم استودیوشون در خیابان کریم خان بود و میومدن ترانه های روز رو کلیپ میکردن، به خصوص ترانه هایی که در ایران و توسط خواننده هایی که داخل کشور بودن ساخته میشد رو کلیپ میکردن، موزیک ویدیوشو منتشر میکردن، برنامه هایی داشتن که با خواننده ها مصاحبه هایی صورت میگرفت و وزارت ارشاد هم که به هر حال روی عملکرد و فعالیت این خواننده ها نظارت تام و تمام داشت، هیچ کدوم اونها رو منع نمیکرد از اینکه بخوان توی این شبکه به اصطلاح بین المللی کلیپ بدن یا برن توش مصاحبه‌ای داشته باشن. حتی بعضن افرادی مثل آقای مدرس یا همین آقای فرزاد فرزین به عنوان مجری برخی از برنامه‌ها اونجا فعالیت میکردن. یعنی میخوام بهتون بگم که نوع عملکرد و کارهایی که در این شبکه صورت میگرفت کاملا منطبق با موازینی بود که حداقل دولت احمدی نژاد اون رو تایید میکرد و همه اینها به یک فرایندی رو داشته میکرد و ما رو به یک مرحله میرسون که دولت از خودش اتهام زدایی کنه مبنی بر اینکه آقا ما این که میگن ما دیوار میکشیم و خانم ها نباید مثلا آزادانه بتونن در بستر اجتماع فعالیت داشته باشن، این همه دروغه، ببین ما الان داریم رسما حمایت همین. آقای کلهر چندین بار با شبکه مهاجر در همون سالها مصاحبه میکنه، یعنی مشاور عالی رئیس جمهور با شبکه مهاجر مصاحبه میکنه و قول همکاری هایی رو هم میده. اینجا بود که همه متوجه شدن اصولا شبکه مهاجر متعلق به دولته و اگه یادتون باشه آقای فرشید نوابی و همسر سابقش خانم الهام چرخندم اونجا یک شو تلویزیونی داشتن، یک شو استعدادیابی داشتن که اسمش فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم پرنده مهاجر بود و خیلی از خواننده های مستعد رو دعوت میکردن می آوردن و سعی میکردن اونها رو اونجا سامان بده. حالا همه نکات رو داشته باشیم میرسیم به کجا؟ میرسیم به نقطه‌ای که آقای کلهر در سال 1388 بعد از کشته شدن خانم ندا آقا سلطان و اون تصاویر عجیبی که از ایشون در فضای مجازی اون دوره رخ داد اعلام میکنه که بله خانم ندا آقا سلطان یه دختر ساده‌ای بود که فریب برخی از این جاسوس ها رو خورد و به هر حال نیروهای نفوذی خارجی در ایران رو خورد، ایشون در واقع مرگ رو بازی کرد، اینکه تیر خورده و نمیدونم چنین شرایطی براش پیش اومده رو نقشش رو بازی کرد. وقتی که آمبولانس اومد و ایشون رو سوار بر آمبولانس کردن، اون دکتری که به اسم آقای آرش حجازی که بعدها هم به تعبیر ایشون پناهنده بریتانیا شد و با شبکه بی بی سی فارسی مصاحبه هایی رو انجام داد، ایشون در داخل آمبولانس خانم ندا آقا سلطان رو میکشه و بعد این رو میندازن گردن حکومت و دولت و این داستان. شما منطق رو ببینید. اون آدم از سال 88 به بعد دیگه به هر حال آرام آرام از دولت فاصله میگیره، یعنی به خصوص بعد از اینکه آقای اسفندیار رحیم مشایی معاون اول رئیس جمهور میشه با دستور شخص رهبری یا در واقع نامه‌ای که ایشون خطاب به رئیس جمهور می‌نویسه که مصلحت نیست آقای رحیم مشایی معاون شما باشه، آقای احمدی نژاد رحیم مشایی رو از معاونت خودش عزل می‌کنه و او رو به سمت مشاور عالی رئیس جمهور می‌رسونه و عملاً توی این فضا می‌بینیم که جایگاه آقای کلهر اشغال شده بوده.
هرچند که حمایت‌های کلهر همواره از دولت و شخص احمدی نژاد بود تا پایان دولت، فکر می‌کنم که دهم، چون دولت نهم و دهم متعلق به آقای احمدی نژاد بود. بعد از اونم یه مدتی ما دیگه آقای کلهر رو ندیدیم، یعنی حضور ایشون، حضور رسانه‌شون خیلی کم رنگ شده بود تا فکر کنم نزدیک به یک سال پیش. یک سال پیش در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با نام زندگی پس از زندگی که به در واقع مصاحبه و گفتگو با افرادی می‌پرداخت که تجربه‌های نزدیک به مرگ رو داشتن، آقای کلهر هم به عنوان یکی از مهمان‌ها وارد اون برنامه شد و گفت من هم این تجربه رو داشتم و حالا آنچه که برش رخ داده بود رو توی اون برنامه شرح داد. کاری به درستی و غلطی اون ماجرام نداریم. اما حضور کلهر در برنامه بهروز افخمی و ادعایی که مطرح میکنه مبنی بر اینکه آقای خامنه‌ای در اون دوره پیش از حتی اینکه امام جمعه تهران بشن و در سالهای اوایل انقلاب، در واقع ایشون رسما اذعان میکنه که بله بوی گندم داریوش خیلی موثرتر از منبر خیلی ما آخوندهایی بود که داشتیم فعالیت سیاسی میکردیم و چه و چه. البته که من معتقدم ایشون اگر چنین حرفی رو زده کاملا هم درست گفته، چون ترانه بوی گندم یا اصولا موسیقی و هنر در اون دوره همه اخشار رو درگیر خودش میکرد، یا حداقل اگر بگیم قشر مذهبی کمتر درگیر با فضای هنری و موسیقی و سینمای اون دوره بودن، اما اون مردمی که به هر حال فاصله داشتن یا نگاهشون یک نگاه خونسا نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی پیرامونیشون بود، اونها رو هم درگیر کرد، چون مذهبیون خیلی هاشون به هر حال یک نگاه نقادانه‌ای به سیستم داشتن، منتقد بسیاری از رویه‌ها بودن، اونها آمادگی ذهنی برای مقابله و مبارزه با سیستم پهلوی رو داشتن. آن چیزی که به هر حال میشه گفتش که در حاله ای از ابهام بود این بود که آیا میتوان قشرهای دیگر جامعه رو هم به سمت درگیر کردن به مسائل سیاسی و اجتماعی روز کشوند یا نه. توی این فضا شما میبینید که تیکه های پازل ما تکمیل میشه. چرا تکمیل میشه؟ چون بنده در برنامه‌های گذشته، در برنامه‌هایی که سال‌ها قبل داشتم، بارها عنوان کرده بودم، گفتم فعالیت، دادگاه و اندیشه‌های آقای امثال گل سرخی‌ها یک اتفاق سیاسی به حساب می‌اومد که مشتری‌های خاص خودش رو هم داشت، اما بعد از اون ترانه‌هایی که در میشه گفت بزرگ داشت خسرو گل سرخی ساخته شده بود، ترانه نمی‌دونم شقایق بود، ترانه گل بارون زده بود و خیلی از ترانه های دیگه که الزاماً هم توسط داریوش اجرا نشده بود، یعنی در سال 57 یک کاستی اومد بیرون که اصلاً اسم یکی از ترانه ها گل سرخ بود که آقای ابی اجرا کرده بود و بعد اشاره هم شده بود که در بزرگداشت مقام خسرو گل سرخی این ترانه را اجرا کرده، و خیلی از خواننده های دیگه که حالا با بهانه و بی بهانه، با دلیل بی دلیل، ترانه هایی رو در میشه گفت سوگ بسیاری از چهره‌های سیاسی و حتی یا در مقام و بزرگداشت این چهره‌ها اجرا می‌کردند، و یا اون بهاران خجسته‌بادی که ملودیش رو جناب آقای اسفندیار منفردزاده ساخته و میگفت من این رو اصلاً در بزرگداشت مقام و جایگاه یکی از شخصیت‌های چریک‌های فدایی خلق آماده کرده بودم و بهانه من و دلیل من برای انتشار اون سرود در اون مقطع زمانی که همسان و همگام شده بود با انقلاب، بزرگداشت مقام شهدایی بود که البته عمدتاً هم چریک بود. کرامت دانشیان، بله آقای کرامت دانشیان که خب او هم در همون دادگاه فرمایشی گل سرخی حضور داشت و دو نفری که اعدام شدن کرامت دانشیان و خسرو گل سرخی بودن و سایری به دلیل فرجام‌خواهی که کرده بودن بعد از مدتی حبس و اینها آزاد شدن و به زندگی نرمال و طبیعیشون برگشت. حالا شما در نظر بگیرید در یک همچین فضایی که تا پیش از این ما تحلیل‌های شخصی خودمون رو بیان می‌کردیم و امروز می‌بینیم که حتی برخی از چهره‌های انقلاب، چه بعضی از بزرگان و حتی افرادی که در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی هستن هم سال‌ها قبل اذعان کردن که بسیاری از این ترانه‌ها، این موسیقی و این هنری که شکل گرفته بود، حتی تأثیرش از منبرها، اعلامیه‌ها و سخنرانی روحانیون بیشتر هم بوده.
و یکی از دلایلی که بعد از انقلاب موسیقی و به شکل عمده تر هنر سربریده شد همین موضوع بود، چون انقلابیون میدونستن تأثیر و نفوذ موسیقی و سینما تا چه اندازه روی مردم هست. شما اگر نگاه بکنید ببینید در سینمای ایران بعد از انقلاب قهرمان کشی آغاز میشه و هر چهره‌ای که حالا حتی جدید الورود هم بوده به یک میزان محبوبیتی در پهنه پرده نقره‌ای میرسه او رو کنار میگذارن یا ممنوع فعالیتش میکنن. ببینید سعید راد هرچند جزو چهره‌های سرشناس سینمای قبل از انقلاب بود ولی در مقایسه با فردین، در مقایسه با وثوقی، در مقایسه با ناصر ملک مطیع جلوه یک قهرمان رو نداشت. اما بعد از حضورش در سینمای بعد از انقلاب که البته حضور نسبتاً پرفروغی هم در همون 3-4 سال بود، میبینیم که بعد از اینکه فیلم عقاب‌ها رو ایشون بازی میکنه، نقش اون خلبان نظامی رو ایفا میکنه که باعث محبوب تر شدنش در نگاه مخاطب میشه و از او جلوه یک قهرمان رو در سینمای ایران بعد از انقلاب خلق میکنه، چون سعید را چهره قدیمی و قبل انقلابی بود، قهرمان شدنش در سالهای بعد از انقلاب یک اتفاق ناگوار به حساب می اومد. پس درست بعد از پایان فیلم عقاب‌ها آقای سعید راد ممنوع فعالیت شد. با چه دلیلی؟ با این دلیل و با چه سندی؟ با این سند که به هر حال شما در این فیلم زیاد دیده شدین و بهتر یه مدت فعالیتتون کمتر بشه. این محترمانه ترین دلایلی بود که برای سعید راد عنوان شده بود و وقتی هم گفته میشد بهتر یه مدتی فعالیتتون کمتر بشه، یعنی آقای سعید راد یا باید خونه نشین میشد یا باید از ایران میرفت که ایشون دومی رو انتخاب کرد. در ارتباط با هنرمندان عرصه موسیقی همین این حادثه رخ داد، یعنی در همون مجله سفید و سیاه فکر میکنم اوایل 58 وقتی با قطب‌زاده مصاحبه کردن گفتم آقا تکلیف عارف چی میشه، تکلیف داریوش چی میشه، تکلیف اومیرا چی میشه، تکلیف مرجان چی میشه. به هر حال برخی از این خواننده‌هایی که نام بردم ترانه های سیاسی و انقلابی اجرا کرده بودن. آقای عارف ترانه انقلابی اجرا کرده بود، قریب به 3 ترانه انقلابی عارف داشت و یک چهره ملی بود که در جریان انقلاب حامی اعتراضات مردمی بود. خانم مرجان ترانه انقلابی در واقع اجرا کرده بود، جفت سلیمان رو خونده بود که ترانه سراش علی حاتمی مرحوم بود و آهنگسازش مجتبی میرزاده و این مجتبی میرزاده روی بسیاری از ترانه های سیاسی انقلابی اون سالها ملودی گذاشته بود یا خیلی هاشون رو تنظیم کرده بود. پس ببینید اینها اومدن خواننده ها، موزیسین ها، آهنگسازان رو به نوعی سرکوب کردن، چون استنباط و احساسشون این بود که اگر همین مجالی که به این خواننده ها قبل از انقلاب داده شد و اون تأثیر و نفوذ رو روی جامعه گذاشتن که به نوعی میشه گفت جوانان رو بیدار کردن یا به سمت و سوی عصیانگری و سرکشی نسبت به سیستم کشوندن، پس الان هم میشه از همین قدرت معنویشون در واقع استفاده کنن. قدرت معنوی نه به معنی مذهبیش منظورم نیست، یعنی اون قدرت نادیدشون و تمیزان تأثیرگذاری که رو مخاطب دارن استفاده بکنن و با ترانه هایی که منعکس میکنن حتی میتونن پاشنه آشیلی برای حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی هم بشن. پس اینا باید همشون کنار گذاشته میشدن. خب شما این تصور رو داشته باشین، در سینما عرض کردم قهرمانان رو همه رو سرکوب کردن، به محض اینکه فیلم برزخی ها ساخته شد که سال 59 ساخته شد سال 60 اکران شد، همین نیروهای انقلابی و خود به صورت خودجوش ریختن و از سردر سینماها عکس و نمیدونم نقاشی چهره قهرمانان سینمای پیش از انقلاب رو پایین آوردن. از فیلم برزخی ها بود که فردین و ایرج و چه میدونم ناصر ملک مطیع و اینها ممنوع الفعالیت شدن. چرا؟ چون میگفتن که در برزخی ها اینها دارن در شمایل یک قهرمان مجدد خودشون رو باستولید میکنن و ما قهرمانانی از جنس ستاره های سینمای قبل از انقلاب نمیخوان، چون اینها یادآور اون دوره.
گویی حضرات میدونستن که هرچی مسیر جلوتر بره مردم متوجه خطای استراتژیکشون در انقلاب 57 میشن، چون به هر حال ما در دوران قبل از انقلاب آزادی های اجتماعی داشتیم، فضای شهر یک فضای پر از صمیمیت و صفا بود، پر از شادی و شور بود، البته فقر هم بود، گرفتاری هم بود، مشکلات هم بود، ولی حالا که ما دیگه درگیر جنگ شده بودیم و مملکت در یک شرایط بحران زده قرار گرفته بود، این نگرانی وجود داشت که تداعی شدن چهره این بازیگران یا هنرمندانی که پیش از انقلاب دیده شده بودن، برخیشون ستاره بودن، در فضای کنونی میتونه این بحران رو تشدید بکنه. پس ببینید، این اتفاقات باعث شد که هنرمندان ما سرکوب بشن. و بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ بعد از اون، یعنی در دهه 70، ما با کاریکاتوری از خواننده های قبل از انقلاب طرف میشیم. یعنی یک سری خواننده که مقلدن، ادای خواننده های قدیمی رو میخوان در بیارن و به همین واسطه هم البته به شهرت هم میرسن. میدونید، خب آقای قاسم افشار حتی در سکنا، در نوع رفتار، در ژست هایی که داره سعی میکنه ابی باشه، یعنی ابی شده، میدونید دیگه سعی هم نیست. یعنی ایشون انقدر مقلد خوبی از ابی بوده که رسما حتی تیک‌های ابی رو هم در واقع بدن خودش جا داده. وقتی شما با ایشون مواجهه داری، وقتی با ایشون رو در رو میشی، تصور این که با یه آدمی به جز ابی داری صحبت میکنی رو نداری. یا آقای یاور اقتداری، خشایار اعتمادی، که اینها در اون روزگار به هر حال صداشون تداعی کننده یه صدای داریوش بود. حتی یادم یاور اقتداری وقتی که اون ترانه های اولیه رو در میانه های دهه 70 اجرا کرد، خیلی ها گفته داریوش ترانه جدید خونده، مگه صدای داریوش هم از تلویزیون ایران میتونه پخش بشه؟ یعنی تا چند ماهی مردم درگیر این بودن که داریوش داره صداش تو ایران پخش میشه، از طریق رسانه های رسمی داخل کشور داره پخش میشه، تا اینکه به هر حال دیگه تو برنامه های مختلف و جونک های شبانه و روزانه اومدن این خواننده های نوظهور رو دعوت کردن و مردم با نام و به هر حال چهره اونها آشنا شدن. اما دلیل این کار چی بود؟ دلیل این تقلید کورکورانه و به تعبیر من کاریکاتوری که از خواننده های قبل از انقلاب در دوره جدید خلق شده بود، این بود که اینها میخواستن بگن که ما هم میتونیم در زمانه خودمون خواننده هایی رو با همون سبک و استایل تربیت بکنیم. و آرام آرام از اینها پل ساختن، یعنی از این خواننده های مقلد و اولیه پل ساختن و رسیدن به یه سری خواننده های دست پرورده که اینها الزاماً صداهاشون هم تقلیدی نبود، حتی یک الگو داشتن میدادن به جوانان، استایل خودشون، سبک موسیقی خودشون که حتی طعنه میزد به آنچه که در لس آنجلس داشت اتفاق میافتاد. و دیگه رسما از میانه های دهه 80 و به ویژه از همون دوره که همین آقای کلهر اومد و تیم احمدی نژاد مستقر شد، ما شاهد این هستیم که اصلا خواننده هایی که داخل ایران بودن رسما داشتن رقابت میکردن با خواننده های خارج از ایران، و چه بسا که اینها موفق تر هم بودن. چون شما از در سال 1384 یا 85 اگه توی مجلس عروسی میرفتید، اگر دو تا آهنگ لس آنجلسی پخش میشد، سه تا آهنگم توسط در واقع از جانب خواننده هایی که در داخل ایران فعالیت میکردن داشت پخش میشد. اصولا رضا صادقی رو مردم در عروسی ها شناختن، نه در تلویزیون ایران، نه توسط کنسرت ها و موزیک ویدیوهایی که ساخته بود. رضا صادقی در مجالس عروسی و مهمانی های خصوصی شناخته شد، چون اون ترانه مشکی رنگ عشق رو انقدر پخش میکردن که مردم میگفتن این کی خونده، اینو کی خونده، کی خونده، کی خونده، باعث شد که رضا صادقی تبدیل به یه چهره بشه. و در واقع میتونم بگم که بعد از اینکه چهره شد تازه اومد تلویزیون. بنابراین سعی میکردن که از خواننده های نوظهور، به ویژه عرض کردم در دهه 80، یک اپوزیسیون بسازن، یعنی خواننده زیرزمینی خلق کنن که مجوز نداره، امکان فعالیت رسمی نداره. به همین اعتبار خیلی ها جذب اونها می شدن، یعنی این تأثیرات روانی بود که داشتن رو مخاطب می زشتن، جذب اونها می شدن. و بعد از اینکه این جذب صورت می گرفت، حالا می گفتن آقای محسن یگانه می تونه بیاد تو برنامه های نوروزی تلویزیون هم برنامه اجرا کنه، آقای رضا صادقی می تونه صداش تیتراژ یک برنامه تلویزیونی باشه.
منتها این وسط چه اتفاقی افتاد؟ اینها اومدن آرام آرام هنر رو مبتذل کردن. خواننده های روی کار اومدن که اینها نه قدرت خواننده های پیش از انقلاب رو داشتن، نه هنر و استعداد اونها رو داشتن، نه حوزه نفوذشون انقدر زیاد بود، و هم تبدیل شده بودن به سوپر استار های کوچک و مبتذلی که میتونستن روی افکار عمومی داخل و به ویژه جوانه تأثیر بذاره. و اینها از قبل همون سوپر استار های کارتونی و کاریکاتوری منویات خودشون رو به نسل جدید منتقل میکردن. یعنی شما میبینی گاهی مثلا یه خواننده میاد یه دریوری میخونه، یک ترانه اصلا بی‌معنی و نامفهومی رو اجرا میکنه، صرفا یک موسیقی ریتمیکی، یک ملودی ریتمیکی که عمدتاً هم اینها رج زده میشه و کپی برداری شده هست، حتی اقتباسی هم نه کپی برداری شده است، کاور چند تا ملودی رو میان با هم دیگه چفت میکنن در قالب یک اثر جدید منتشر میشه. یک ترانه نامفهوم و بی‌معنی هم روش قرار میگیره. میدونی چرا بی‌معنی؟ به خاطر اینکه تجربه قبل از انقلاب رو داشتن، تجربه ترانه بوی گندم رو داشتن. میگن ما میخوایم ذهن مخاطب رو درگیر مفهوم ترانه نکنیم، نمیخوایم در قالب موسیقی و این پکیج محتوایی به مخاطب آگاهی بدیم، میخوایم مخاطب رو توی خلسه‌ای ببریم که از قضا فکر نکنه، یه چند دقیقه بگیم میخوام موزیک گوش بدم، ذهنم از همه این ناملایمات و دغدغه‌های زندگی دور بشه. با این فلسفه در واقع آثار موسیقیایی در ایران امروز داره تولید میشه. فکر رو از نسل جوان گرفتن، یک سری دلغک اومدن در لباس خواننده، یکیشون بالا پایین میپره رو سن، یکیشون لباسهای عجیب غریب میپوشه، یکیشون الفاظ و در واقع حروف رو به مدل واقعا مشمعز کنندهی تلفظ میکنه، شین و جه میگه، جه رو شین میگه، نمیدونم از این داستان ها. و مخاطب درگیر سطحی از شکلگیری موسیقی در ایرانه، و شما وقتی درگیر سطحی هرگز به مفهوم نمیرسی، اصلا پیامی در سطح تولید نمیشه که بخواد به شما منتقل بشه. و این یک رویه و یک فرایند حساب کتاب شده است، و الان دیگه خودشون دارن اقرار میکنن که موسیقی و هنر و ترانه و حتی حنجره خواننده در دوران پیش از انقلاب تا چه اندازه روی جامعه تأثیر گذاشت و جامعه رو به مسیر انقلاب برد، به مسیر سرکشی از سیستم، به مسیر عصیان پیش برد. همین فیلم فارسی های بسیار بدوی ابتدایی سیاه‌سفید قصه خطی جامعه رو در واقع به سمت عدالت طلبی پیش برد، و این عدالت طلبی همراه با عمل بود. یعنی شما وقتی مثلا میگم فیلم قیصر رو نگاه میکنی، صرفا قهرمان قیصر عدالت طلب نیست، قهرمان قیصر میگه که حالا که سیستم عدالت رو اجرا نمیکنه، من عدالت رو اجرا میکنم. و این در واقع بذره هایی بود که در ذهن مخاطب داشت کاشته میشد، اتفاقاتی بود که مرحله به مرحله جامعه ایران رو داشت به سمت یک دگرگونی ساختاری از این پیش میبرد. و حضرات در دوران فعلی با استعانت و استفاده از تجربیات گذشته موسیقی رو به مبتذل‌ترین شکل ممکنش دارن عرضه میکنه. سینما که دیگه عملا به در واقع تولید آثار سینمایی به منحط‌ترین شکل خودش در آمده، به جز جرقه هایی که گهگداری از این سو و آن سو زده میشه و یک جوایزی هم به ارمغان میاره که عمده اون جوایز هم کارکردش بیشتر سیاسیه تا سینمایی، هیچ اتفاق مثبت دیگری رو ما نمیبینیم. وقتی تئاتر یک مملکت، هنر نمایش یک مملکت که در دوره یک مدیوم بود، یک واسطه برای آگاهی رسانی و آگاهی بخشی به مردم به شما میرفت، تبدیل شده به در واقع منزلگاه بلاگرها و اینفلوئنسرهای اینستاگرامی، یعنی شما میخواید همه آنچه که دستاوردهای یک ملت در طی سالیان سال بوده رو به مبتذل‌ترین و سطحی‌ترین شکل ممکن تبدیل بکنید تا صرفاً مخاطب شما سرگرم بشه، نه اینکه آگاه بشه، صرفاً از دغدغه‌هایی که داره دور بشه، نه اینکه صاحب دغدغه بشه.
صاحب ایده بشه. و آقای کلهر رسما در اون برنامه تلویزیونی با اون جمله‌ای که به کار برد اقرار کرد که بله ما میفهمیم که موسیقی چقدر تاثیر داره، نه ما بلکه بزرگترین شخصیت‌های سیاسی این مملکت میدونن. و وقتی اعلام میکنن که بوی گندم داریوش از منبر ما آخوندها تاثیرگذارتره، تکلیف رو روشن کردن. پس برای اینکه ما آخوندها بتونیم تاثیرگذار باشیم، باید آنچه که از ما تاثیرش بیشتره رو سرکوب کنیم. پس داریوش باید بره، منفردزاده باید بره، ایرج جنتی رو باید خفه کنن، شهریار قنبری باید کوچ کنه. حالا دیگه ببینید، کاری به اینم ندارم که آقای شهریار قنبری میاد میگه که آقا اصلا ما بوی گندم سیاسی نبود و ما برای یه فیلم سینمایی اینو ساخته بودیم. آقای شهریار قنبری عزیز، شما 80% ترانه هایی که سرودید سیاسی ترین ترانه های تاریخ معاصر ایرانه. به شما میگن که آقا جمعه، ترانه جمعه که فرهاد عزیز اجرا کرد رو آیا شما در واقع با یک نگاه سیاسی سرودید؟ میگه نه آقا، من داشتم از عشق یک مرد به یک خانم در روز جمعه صحبت میکرد. اون غم جمعه رو چاشنیه مثلا عشقی که جدا مانده و فلان و اینو. آقای حرفا چی میگه؟ شما ترانه همیشه غایب رو سرودید آقای شهریار قنبری عزیز. آیا ترانه همیشه غایب به معنی مثلا عشق و علاقه شما به دختر همسایتون بوده؟ کاملا مشخصه یه سری مفاهیم، پیام هایی که داره داده میشه، اون هم در اون ایام، در اون روزگار کاملا مشهوده. یا آقای اردلان سرفراز میگه که آقا من اصلا ترانه شقایق رفتی به خسرو گل سرخی نداره. میدونی چرا الان دارن اینا رو میگن؟ به خاطر اینکه الان انقلاب بده شده، اینا اگر اسمشون کنار عنوان انقلاب سنجاق بشه هم در خارج از ایران آسیب میبینن، هم مورد لعن و نفرین قرار میگیرن، هم مورد فحاشی ممکنه واقع بشن، هم اگر همچنان دارن فعالیت هنری میکنن ممکنه بایکوتشون بکنن. پس مجبورن بیان فرافکنی بکنن. به همین راحتی بهتون بگم اسیر این بازی ها نشید، اینا همش فرافکنیه. و الان من میتونم بالای 30 تا 40 تا ترانه به شما معرفی بکنم که همش راجب خسرو گل سرخی بوده. مذهبیه راجب خسرو گل سرخی خونده، لایکه راجب خسرو گل سرخی خونده است، نمیدونم چریکه راجب خسرو گل سرخی خونده، خود داریوش که ترانه گل بارون زده رو خونده. داریوش شخصیت مذهبی داشت، داریوش نه لایک بود نه چریک بود نه کمونیست بود نه مارکسیست بود. خیلی ها میگن داریوش چپ بود، اصلا داریوش چپ نبود. مکالمات خصوصی داریوش رو در همون سالها شما میتونید گوش کنید. معمولا موقع خداحافظی به خصوص قدیمی ها زیاد استفاده میکردن، مثلا میگفتن یا علی خداحافظ. شیفته در واقع حضرت علی بوده. در سالهای بعد از انقلاب هم در کنسرتاش بارها و بارها نقل‌های از حضرت علی رو داشته. چطوری ممکنه این آدم مثلا ماتریالیست باشه، چری که فدای خلق باشه؟ خب این حبیب محبیان چریک بود، حبیب محبیان لایک بود، حبیب محبیان که یکی از مذهبی ترین خواننده های ایران بود. پسر حبیب قرآن رو از حفظ میخونه، قاری قرآنه. همون زمان که پدرش در ایران فوت کرد درخواست کرد که بره در مسجد اون روستایی که پدرش حالا دفن بود در اطراف رامسر اذان بگه. پسری که اصلا در آمریکا متولد شده، بخوای حساب بکنی یه آمریکایی به حساب میاد تا یه ایرانی. اما انقدر حبیب این بچه رو در واقع به اون سمت و سوی عقیده خودش بار آورده بود که میبینیم این آدم هم از خسرو گل سرخی میخونه در ابتدای انقلاب. پس برخی ها که میگن نه اینا همه چپ بودن و نمیدونم راست بودن، اینجوری بودن اونجوری بودن، اینا رو بذارید کنار. اینها یک شمایلی از اعتراض رو به بهانه های مختلف سعی میکردن که به نمایش بگذارن.
خوندن از خسرو گل سرخی توسط داریوش، توسط حبیب یا هر خواننده دیگری در اون ایام به این معنی نبود که اینها مثلا چپن، اونم چپ بوده پس دارن از اون حمایت میکنن. اینها خسرو گل سرخی رو یک دستاویزی میدونستن برای اعتراض به سیستم. حالا خسرو گل سرخی اگر آخوند هم بود یه همچین اتفاقی براش افتاده بود، شاید ترانه های این چنینی براش ساخته میشد، کما این که برای خود آقای خمینی ترانه ساخته شد. جفت سلیمانی که علی حاتمی نوشت، مشتبه میرزاده ساخت و مرجان خوند رو برای آقای خمینی خونده بود. گستاخی که خانم گیتی در سال 56 اجرا کرد برای آقای خمینی بود. حالا میگن خانم گوگوش میگه که نمیدونم آقا خوبا رو من واسه آقای خمینی نخوندم، سال الان واسه خمینی نساخته، نمیدونم نوجوکی میگه ما هم در جریان نبودیم اصلا خمینی کیه. ولی من به شما میگم، بنده با علم به شما میگم که محمد سال الان این ترانه رو اون زمان با مضمونی سیاسی و برای آقای خمینی نوشته بوده، چون محمد صالح علا بقال سر کوچه نبوده که ندونه خمینی کیه. بله، مردم عادی تا سال 56 شاید نمیدونستن آقای خمینی کیه. یه عده مذهبی که حالا شاید سال 42 یادشون میومد و اینه، یه اسمی شنیده بودن، ولی خیلی از جوان ها با آقای خمینی به اون صورت آشنا نبودن. خود خانم گوگوش میگه من آقای خمینی رو از سال 55 به بعد شناختم، دقیقا همون سالی که ترانه آقا خوبه رو ایشون اجرا میکنه در پاییز 55. در مصاحبه که با خانم هما سرشار داره عنوان میکنه، میگه که البته که من با این در واقع هدف نخونده بودم، سالها بعد در یک مهمانی سال علا رو دیدم، گفتم فلان فلان شده، تو اینو واسه خمینی سروده بودی به ما نگفتی. که سال علا در جواب میگه تو چی کار داری من واسه کی نوشته بودم، تو اجرا تو کردی. که خود گوگوش تلویحا میگه اونجا من متوجه شدم شاید محمد سال علا هدفی داشته. حالا اونا همشون ممکنه الان بیا میگه نه آقا ما کی برای نمیدونم آقای خمینی ترانه نوشته بودیم، کی برای خمینی ما شعر خونده بودیم، ترانه خونده بودیم. چون دیگه نام آقای خمینی برای اپوزیسیون و یه گروهی از مردم شاید خریدار نداشته باشه. حالا اگه زمان به عقب برگرده، ما در سال مثلا 57 باشیم، با همه اینا بریم مصاحبه کنیم، میگم بله آقا ما اصلا پیش بینی میکردیم انقلاب بشه، اصلا باید انقلاب میشد. پس فریب بسیاری از اظهار نظرهای جدید هنرمندان رو نخوریم، به خاطر اینکه تقریبا هممون میدونیم چه اتفاقی رخ داده، کیا اون زمان در چه جایگاهی بودن، چه دیدگاهی داشتن، معترض بودن، حامی بودن. خود آقای ستار در مصاحبه وقتی عنوان میکنه که ما اگر ترانه سیاسی و اعتراضی اجرا نمی کردیم شنیده نمی شدیم، معنیش چیه؟ وقتی خود حسن ستار اومده میگه من اگه ترانه سیاسی نمی خوندم، اگه یوسف گمگشته نمی خوندم، اصلا من شنیده نمی شدم، محبوب نمی بودم. به هر حال امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مدت‌ها بود که ویدیویی به این صورت براتون آماده نکرده بودم. دوستانی که مایلن از برنامه‌های من، کانال من حمایت کنن، سابسکرایب یادتون نره و در صورت در واقع علاقه‌مندی میتونید از طریق گزینه سوپر تانکسی که در پایین همین در کنار لایک و دیسلایک و اینها هست میتونید استفاده بکنید و حمایت‌های خودتون، حمایت‌های مالی خودتون رو انجام بدید و دونیت بگذارید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. خداحافظ.